امیدوارم که خوب باشید. خیلی خوش اومدید به کوکتل تیوی. امروز یک مصاحبه حضوری داریم با یکی از قدیمی ترین رپرهای ایران که دیگه همتون میشناسید و اون کسی نیست جز عرفان پایدار. سلام میکنم بیننده های کوکتل تیوی. خب آقا چه خبر؟ اوکی همچی خوبه؟ مخلص هستی میزون. اوکی بریم برای مصاحبه جنجالی. این چند وقته هم یک کوچولو داستان داشتید. با یه بیوگرافی ریز شروع میکنیم که البته که فهم کنم دیگه همه بشناسنت. 12 مرداد 1362، 38 سال، از اولین رپرهای ایران نسل یک که خب خیلی کارا کردی که به ترتیب با هم میبینیم. اما یه سوال خیلی عجیبه تو ذهن من و شنیده بودم میخوام ببینم که این واقعیت داره یا نه. یک حرفی که هست اینه که اجداد شما زمان صفوی یک تاجر قوی بودن و یک خونه عمارتی دارن که الان جزء میراث فرهنگیه. درست واقعیت داره؟ آره، جد بزرگ من فامیلم حاج رسولی هست، چون اسمش رسول بوده و حاجی میشه و ما از اون میایم، مثلا دلیلش اینه که فامیل حاج رسولیه. بعد تو اصفهان فامیل بزرگ یعنی تاجر بوده اون موقع و فقط اون عمارت حال خونه حاج رسولیه بوده. یه سری خونه های دیگه هم بوده که خونه مثلا پدری خود من خراب شده زمان رضا شاه، مثلا خونه های خیلی قشنگ و جالبی بوده که مثلا جاده درست کنم مثلا خراب شده، ولی کوچه هست، مدرسه حاج رسولی هست تو اصفهان کلا هست. آره. پس اینا مصادره شدن یا نه که الان اون دیگه الان میراث فرهنگی ایالت موزه داره. البته الان شده اسمش شده سرای بدیعی و مثلا اجاره هم میدن واسه کار مختلف اینا هست، ولی نه مصادره نشده. پس دیگه اوکی پخش شده، خانواده بزرگ شده. اوکی پس وضع مالی توپ نه الان جد ما کجا ما کجا. اوکی آقا یه صحبتی که هست میخوام بکنم، اول میخوام یه تشکر بکنم ازت که خیلی کارهای بزرگی واسه رپ فارسی کردی. برای نمونه اولین آلبومی دادی که توی پلتفرم‌های رسمی پخش شد، اونم خانه تا گور بود، فکر کنم سال 86 بود اگه اشتباه نکنم، که کلی خاطره داریم باهاش، مخصوصا ترک جاده که منو اصلا دیوونه رپ کرد اون زمان. و یه چیز دیگه که هست کسی زیاد بهش اشاره نمی‌کنه با توجه به اینکه حالا موزیک ویدیو اون زمان خیلی میداد که خیلی هم خوب تاثیر داشتی تو این داستان، این بود که اون زمان با لیبل کار می‌کردی. آره. اون زمان یعنی هزینه دریافت میکردی با کار میکردی؟ ببین فهم کنم اولین باری بود که یه آلبومی توی رپ فارسی هم بین المللی پخش شد، از همه جای مختلف پخش شد و در نهایت از تحت لیبل پخش شد. من همیشه حالا دلیلی هم که اینجوری بود، وقتی شروع کردم رپ و حتی موزیکام دیرتر از وقتی رپ شروع کردم در اومد، دلیلش این بود که نمیخواستم مثل بقیه موزیکام مثلا روی بیت چم نفرانی و فلانی باشه، بیتای آهنگای معروف. نمیخواستم بازسازی فارسی بکنم موزیکای معروف دیگه که بود، میخواستم موزیک خودم اون چیزی که میخوام ارائه بدم. اون زمان مود بود دیگه، همه کاور. آره آره همه کاور بود. من میخواستم دنبال انقدر گشتم خیلی هم طول کشید تا یه آهنگسازی پیدا کنم که با هم مچ بشیم و بتونیم آهنگا رو بدیم. که اولین چکا آهنگ مثلا شستشو بود که فکر میکنم درست اونجوری اومد بیرون و بعد چکا بیا بیا و صد قسم و اینا اومد. این قسمتش مثلا خیلی مهم بود و همه چیز دیگه هم اونجوری نگاه میکردم، مثلا موزیک ویدیو، نمیدونم پخش آهنگ، آلبوم ها، کیفیت میکس مستر، فلان چیزایی که واقعا بهش توجه نمیکردن. و من یه تاثیرای بزرگی که تو رپ فارسی داشتم به نظرم این بود واقعا از اول و همیشه عوض کرد. وقتی موزیکای من اومد خب بقیه هم میدونید یاد گرفتن که یواش یواش این کار رو بکنن. بعد تبدیل شد بدنم کنسرت ها، اولین کنسرت ها رو من گذاشتم کل این برابر دنیا داشتم میذاشتم و موزیک ویدیو و اینا کمک کرد که رپ فارسی یه چیزی بشه که تو تمام خونه ها آدما بدونن همچین چیزی وجود داره. میدونی چی میگم؟ چون خیلیا اولین بار مثلا موزیکا رو از میوزیک ویدیو دیدن اونجا تو تلویزیون اینجوری باهاش آشنا شدن. آره نه چون چیزی که خیلی تاثیر داشتی، چون اون زمان موزیک ویدیو تقریبا نبود و تقریبا اکثر کارات موزیک ویدیو میشد. حالا لیبل کار کردی اولین، یعنی آرتیست ایرانی بودی که پول درآوردی دیگه، یعنی با آونگ و آره فکر میکنم اینجوری بود چون درآمد از رپ و چون تو جاده هم میگم دیگه، میگفت از دار نون شب نمیخوری، همیشه تصویرش خیلی بزرگتر از چیزی بود که تو زیر زمین خونه هم مثلا موزیک درست کنم. خواستم این کاری بکنم که خیلی بزرگ بشه و جا بیفته، چون دلیلش هم این نبود، اصلا دلیل پول در آوردن نبود. رپ انقدر اخ داشتم خودم با موزیک رپ و انقدر رو زندگیم تاثیر گذاشته بود، دلیلی که من شروع کردم فارسی رپ کردن این بود که میخواستم اون چیزی که من از رپ گرفتم و پس بدم به ایران. و موقعی شروع کردم اصلا رپ فارسی وجود نداشت، نشیده بودم رپ دیگه ای. تو پروسه که شروع کرده بودم و داشتم میکردم، یه سری کسای دیگه موزیکاشون شروع در اومد و کسایی که حالا مثلا شروع کرده بودن اونجوری شد. من مثلا کسی دیگه اینفلوئنس نگرفتم که شروع کنم، خودم بود. مثلا توپاک خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشت، حالا خیلی رپرهای دیگه بودن. مهاجر بودم اون موقع، زندگی سختی داشتم، از خانواده جدا شده بودم به خاطر کلی داستانهای مختلف و
این چیزا بود که به من انرژی میداد تو زندگی برم جلو. می‌خواستم همونو دادم به بچه‌های ایران. من خودم یادم یه آهنگ داشتی با سرکش و خشایار بود شستمش کامو. آه شستمش کامو. من اون موقع تو ایران بودم و سنم هم کمتر بود گوش میدادم، ولی از وقتی اومدم اصلا این بار فهمیدم که اصلا چی میگفتی و کلی هم باید زندگی کردم. دمت هم گرم. خب اول از همه که اون درآمد رو گفتی، اولین درآمد چقدر بود؟ با آهنگ چقدر قرارداد بستی؟ یادم نمیاد حقیقتا. حدودی فکر کنم مثلا 5000 دلار بود اون زمان. 5000 دلار آره اوکی. اون آهنگسازی هم که گفتی منتظر آن درآمد که یعنی این سوء تفاهم نشه، تو داری میگی قراردادی که من بستم که از آونگ مثلا پول بگیرم سرشون. نه آونگ اونجوری قرارداد چیز نبستیم، قرارداد بستیم که یعنی به من کش این کش ادوانسه که مثلا توی سری دیلا میگن میدن جلو جلو. قراردادی که من بستم این بود که موزیک رو پخش بکنن درست، برام موزیک ویدیو تولید بکنن و اونجوری کارم و درآمدا مثل همیشه از فروش باشه و از کنسرت و اینجور چیزا. اوکی، یعنی هزینه ساخت موزیک ویدیو استودیو اینا رو پرداخت آره. که در اصل اونم خودش خیلی داستانه داره، یعنی خیلی وقتا پیش میومد که من خودم کار میکردم هزینه رو و اینم خیلی خوبه اینو گفتی، خوب شد یادم اومد، چون قدیما من یادم مثلا موزیک کار میکردم موزیک ویدیو میدادم همه فهم میکردن که اوه دیگه مثلا آمریکا شاید کارش راحت و بچه پولدار و اینا، در صورتی که من دهنم سرویس میشد، مثلا فول تایم کار میکردم و با پول خودم میریختم مثلا موزیک ویدیو ساعت قسم و فلان خیلی اینا رو خودم چیز میکردم، هزینه شو میدادم. موزیک رفتن استودیو من میرفتم اون موقع ضبط میکردم، بچه ها میدیدم یه تو ایران میرفتن استودیو مثلا آشنا بود یا پول میخواستم بدنم چقدر بود یا ذره شناخته شده بودی پولی نمیگرفتن ازت که رپر چیز، ولی من اونجا میرفتم ساعتی مثلا 60 دلار 70 دلار 100 دلار پول استودیو بود، بعد پول میکس مستر مثلا 300 400 دلار پول میکس بدی واسه پروژه اینا، میدونی هزینه خیلی سنگین بود. آره خلاص سنت هم خب به تبع اون موقع کمتر بود و سخت بود. اون آهنگسازی که گفتی منتظرش بودم پیداش امیرای پلاس بود. امیر اتفاقی شد، نه آهنگ اولی که دادم به چقدرم بد که آهنگ شستشو اسم آهنگسازش الان یادم نمیاد اگه اشتباه نکنم نیما بود که ما هم همکاری کردیم. اون آهنگ و امیرای پلاس تو مای اسپیس اون چیز بود اونجا شنید، بعد یه دیدم یکی به مسیج زده گفت تو فلان شهر زندگی نمی‌کردی یه موقع و اینا، مثلا ساکرامنتو شهری که من دوم راهنمایی که می‌رفتم اونجا زندگی می‌کردم قبل اینکه دوباره برگردم ایران. بعد دیدم امیر تویی، بعد رفیق صمیم اون موقع هم که مثلا دوست صمیمی‌ترین دوستم بود تو مدرسه، اونجا ایرانی خیلی کم بود فقط من و اون بودیم تقریبا، که مثلا کلی سوال گذاشت من رپر شدم و پرودوسر شده بود با امیر، دوباره با هم چیز شدیم و شروع کردیم کار کردن. گفت بیا استودیو من حرفه‌ای دارم کار می‌کنم. رفتیم و که دیگه اولین آهنگ درست که روز اول که رفتیم سب قسم رو درست کردیم تو استودیو، بعد بیا بیا رو درست کردیم و رفتیم آلبوم مسخره تا گوش شد دقیقش. کلی هم آهنگ خفن، یکی آهنگی که من خیلی دوست داشتم ازتون دوباره که آره یادش بخیر یه حاشیه هم برات ایجاد کرد با حامد بهداد اون زمان. آره سر مصرف مواد تو ویدیو اینا که توضیحات اون زمانا دادی. خب آقا امیرای پلاس کو یه زمان من دیدم برای رپرهای آمریکایی اینا کار میکرد، چی شد الان هنوز کار میکنه؟ میکنه هنوز. زده تماسم آره اسمش امیره ای پلاس و هنوز کار میکنه، اسمش هم بعدن شد امیراتی. ولی خیلی جالب رفت مثلا تو تلویزیون برنامه تلویزیونی اینا خیلی موزیک لازم دارن دیگه، مثلا تو بک‌گراندش خیلی ملو ممکن نشنویم پشت موزیک های هست مثل ریالیتی شو برنامه مختلف، رفت توی اون فضا شروع کار کردن به موفقیت رسید و بیشتر الان فکر کنم اون کارو میکنه تا موزیک مثلا درست کردن. یعنی فعالیت با هم دوباره همکاری نخواهید داشت؟ شاید داشته باشیم تو آینده، ولی یه جوری شد که من رفتم مثلا دور و برم آهنگسازای دیگه اومدن شروع کردیم. خیلی آهنگساز هم داشتین دیگه نیستن، تک تیم بود. آره. سامان بیت بود و تک تیم بود آره که خیلی هم دوست دارم کارهای مثل انعکاس مثل یادته اینا همه کارهایمون بود، هدف حد نداره خیلی دوست داشتم کارشو. اون خودش نیزد تو کارشون دست انداز افتاد، بعد چند سال بعد دوباره پیام دادم واسه همکاری، ولی خب بعد دیگه من خیلی درگیر شدم با دارا، میدونی چون من دارا کارش خیلی دوست دارم، خیلی نزدیکیم و خیلی پرکاره و تمرکزش رو پای داره، برام خیلی میتونیم هم راحت تر فعالیت کنیم تا یکی یکی مثلا استفاده بشم که خفن. خب آقا کوپ پایدار خیلی آدم اومده توش رفته و همچنان هم دارن میان، اونایی که میرن کجا میرن؟ چرا میرن؟ سرکش، خشایار، افرا، ببین اینا همه غیب شدن تو یه دوره‌ای بودن اتفاقا همش کسایی که اومدن رفتن، مثلا الان پایدار کسی نرفته، خیلی سالی کسی نرفته. نه خشایار افرا که داستانشون فرق داره، با هم شروع کردیم رفیق بودیم، مسیرهای زندگیشون عوض شد. مثلا افرو الان هنوز به موزیک خیلی علاقه داره ولی کار دیگه داره میکنه اصلا. خشایار هم همینجور روحانی طور شده. دقیقاً دقیقاً فوق العاده موفق تو کارش.
خشوارم هم میرفت دنبال کار بیزنس و فلان و کار دیگهش، دیگه تصمیم خودشون بود. سرکش داستانای زندگی، یعنی خیلی سخت بود، یه جا بود زندگیش خیلی سخت شد، از نظر مالی خیلی مشکل داشت و ما هم کاری نمیسیم بکنیم، یه ذره فاصله افتاد و یه پشتش باد خورد. الان دوباره صحبت هست، دوست داره برگرده، داره کار میکنه، دنبالش هستیم که کارو انجام بدیم، ولی بعد ببینم کاری کی پیش میاد، توی سری کارهای گروهی بیاد و دوباره شروع بکنه. بقیه بچه‌ام که دیگه تیم همون بوده، غیر از مثلا سوگند و لیتو. یه جا خشایار و افرا رو دیست کردی یه کوچولو به خداحافظی. تو گفتم منو نشوندیم پانیم کرد داداشام رفتن، ناراحت بودی؟ نه، اتفاقی افتاد میگم، نه مثلا ناراحت نبودم، اتفاقی که شد افتاد. من به هر کسی که تنها موندی اذیتت نمیکنه. آره خب پیش میاد دیگه، من یعنی خب اتفاقی تو پایدار افتاد بارها تا وقتی که تیم جای شرکت گرفت اینجوری خیلی میشد. خب من وقت و سرمایه که میذارم از نظر اینکه پولی منظورم نیستا، انرژی و وقت و چیزی که میذاری یه چیزی رو بسازی، میدونی یه ساختمون رو بسازی میرسه به طبقه دوم دوباره از صفر، میدونی چی میگم، ستوناش میرن دوباره. و این قضیه اتفاق افتاد چند بار و خب هی دوباره باز از اول میساختیم دیگه، میدونی این قضیه حسه بود، میدونی خیلی خیلی وزن و همه چیز کار رو دوش خودم بود، میدونی این بود که راجعش میگفتم، وگرنه دلخوری نبود. خب بریم راجع به لیتو و سوگند. اول راجع به لیتو، خب لیتو قدیم ها حتی توی ورسش هم گفته بود که خیلی عرفانو دوست دارم، برای همین ورسام شبیه شده و خیلی کمکش کردی بیاد بالا، همیشه هم گفته، حتی تو مصاحبه خود منم گفت که یه دونه زد، یا تو یه لفظ گفت نمیدونم الان بگم، یه دونه زد زیر اونو انرژی گرفتم اومدم بالا. چی شد لیتو روابط ریخ به هم، به دیس رسید، جیدال دیسش کرد، تیکه بازی شد، یه چیز مثلا 10 سالو چجوری میتونی، 11-12 سالو چجوری میتونی توی یه مصاحبه کوتاه بگی، یه پروسه طولانیه. به طور منسجم کوتاه مختصر بخوام بگم، ببین بهزاد اومد شروع کرد، طرفدار ما بود، در تماس بودیم با هم، از نزدیک ندیده بودیم، همینجوری در تماس بودیم، می‌خواست بیاد تو کار موزیک ورساش، فکر کنم 16 سالش بود، فرستاد و منو حمایت می‌کردم، انرژی می‌دادم، از راه دور کار می‌کردیم و تا رسید به یه جایی که دیگه اومد تو پایدار. من رفتم، مثلا من دبی رفتم به خاطر بهزاد بود اون موقع، خیلی هم رفیق بودیم و خیلی هم من دوستش داشتم، داش کوچیکه بود، من داش بزرگه، مثلا فارز اونجوری داشتیم و منو خیلی دوستش، منم خیلی دوستش داشتم، رابطه‌ام خیلی خوب بود و رفتیم دبی، قضیه ادامه پیدا کرد دیگه، سر واقعا آهنگاش رو فلان اینا همه وقت می‌ذاشتیم که بیا جلو. تو همون ایرودار که داشت موزیک میدادیم و اینا، یه تایمای خورد به یه تایمای سخت پایدار. خب همون جایی بود که لیتو داشت میمد بالا و داشت مثلا یواش یواش اسمش جا میافتاد. ما همیشه آخه با کی که شروع می‌کنیم جدید، من با استعداد مختلف زیاد کار کردم، همیشه اولش فوش می‌خوره آدم، این کی آوردین من فلان، این عرفان ما این کار می‌کنه فلان داستان، ولی من یه چیزی میگن یارو مو می‌بینه من پیچشمو، قضیه اینجوریه، می‌بینم که خب طرف استعداد داره، می‌دونم یارو سرمایه می‌ذاریم بعداً جواب میگه. و با بهزاد اینجوری شد که خب رسید به یه جایی که ذره پایداری داستانای بود، یه ذره صد اختلافای بود بین بهزاد شاید یکی دو تا اعضای دیگه پایدار، و اون تایمی بود که بهزاد داشت میرسید به یه جا و تایمش بود که مثلا شاید پس بده به پایدار یا مثلا حالا چیز بکنه، شاید اینا حالت چی میگن، دیس و غیبت هم نمیکنم، فقط دارم میگم، یعنی من بهزاد الانم خیلی وقت صحبت نکردیم با هم، ولی با هم هیچ وقت جنگ و دعوا نداشتیم، هیچ وقت برام بهزاد نه فوش داشتیم من بدیم نه دیس کردیم همون چیز. مثلا منو توی خانواده ایم الان، توی مشکلی داری من کمکت میکنم، وقتی مشکلی میاد گردن من، تو به جای اینکه کمک کنی تیم از انرژی الان استفاده کنی، خانواده قوی تر شه، بگی خب نه اینجا فرصت دیگه است برام اونجا، میدونی چی میگم، همچه حالتی داشت. خب اون تایم داره حالا راجعش سوال میگه، فکر کنم اون تایم اما اینا میشه دیگه، دقیقاً تایم دبی و اما یه تایم عجیبی بود، از اون پایا و لیتو اینا خیلی داشتن جون میگرفتن میومدن و بعدن هم که یه ذره جلوتر جیدال اومد، ولی خب قدیمی ها داشتن میرفتن کمکار شده بودن و اون داستان اما عجیب غریب بود. یکم دوست دارم راجعش حرف بزنم، چون یکی دو تا آلبوم خیلی قول دادیم، آلبوم ما بود که یادش بخیر چه ترکای باحالی هم داشت. چی شد اما اصلا؟ همه خیلی پر انرژی میگن، من خودم زندگیمو گذاشتم مثلا از آمریکا ولکم رفتم دبی و کلا اون دوران اولش خیلی قشنگ بود و اینا، ولی دراز مدت به موزیک من ضربه زد، به پایدار ضربه زد، خیلی اتفاق افتاد، در اینکه خیلی قول و قرارا بود از طرف کسی که ما داشتیم اون موقع باش همکاری میکردیم و یه سری حرفا زده شد که اصلا یه خونه بود که روی ستونای کاهی ساخته شده به اصطلاح، و رفتیم جلو، میگم خیلی انرژی گذاشتیم، خیلی پاش رفتیم، رفتیم جلو، ولی خب بعد دیدیم اون چیزایی که صحبتش شده بود نبود در اصل، یعنی من سربسته بگم و اتفاقی قرار بود بیفته نیفتاد و اصلا قصد و غرض داستان چیز دیگه بود، میدونی چی میگم؟ چون نمیخوام راجب، چون کسای دیگه دخیلن تو داستان، نمیخوام راجبش من صحبت بکنم اینا، چون الان مشکلی نیست، ولی به اصطلاح
ما میخواستیم من میخواستم یه کاخی بسازم از موزیک و میخواستم یه بستری بشه واسه آرتیستایی که بیان اونجا رشد بکنن، بهتر کنن، بره جلو. ولی قصد اون طرف این بود که نشون بده که مثلا ما تو مارکت موزیک هستیم یا دخلیم تو داستان، یا مثلا میدونی اون قیافه پابلیکش رو بگیره بیشتر. طرف کی بود اصلا؟ اون شخصه رو من خودم هم نمیشناسم. ببین طرفم رفیقمه، الانم صحبت کردیم اینا، نمیخوام صحبت کنم چون میدونی میخوام اینکه برای چهره پابلیکش میگم مثلا معلوم نبود. آه نه، خب اون موقع تو چیز دیگه، تو دور و برای تو دبی و فلان و این داستانا، مثلا توی جای لوکال. ولی موزیکای شاهکاری اون زمان اومد دیگه، آره. تهران آره بگیر، یا موزیک هیچکس عاشقم بود، یا خیلی کارهای باحال. هم موزیکای خیلی خوب اومد، هم دوران دبی مثلا آهنگای علی و جیدال و پایا، واقعا ساوند نو اسکول رپ ایرانو بدون اختلاف، یعنی بدون رقیب، پایا و جیدال درست کردن. با آهنگای مثل دم صبح و نمیدونم همه آهنگایی که اون موقع اومد خیلی عوض کرد همیشه موزیکای اینا. و وقت بچه‌ها واقعا تایم خیلی خوبی داشتن. پایا هم تایم واقعا خیلی خفنش بود اون موقع تهران آره اومد. و من همیشه دوست داشتم این حالت همبستگی و اتحاد باشه، میدونی چی میگم؟ برام تو تهران آره مثلا بچهای تیک تاک بودن اون موقع، هنوز جدا نشده بودن، اونا اومدن، نمیدونم سامی بیگی فلان اینا، من دوست داشتم این کارا رو. حتی از قدیم مثلا از ریمیکس خط منم قصد من این بود که همه بیان کنار هم مثلا این کارهای گنده اونجوری اتفاق بیفته. ولی خب دیگه رپ فارسی به مرور بهم یاد داد که اتحاد و همبستگی نیست، یعنی واسه کسایی که میذاریم ترجیح میدن که نباشه اونجوری. آخه ببین یه مارکت یه جوری هم هست که چون نمیتونی بار خودتو ببندی و خب آدم بعضی جایی کم اذیت میشه، مثلا میگه انرژیمو بذارم چیکار، برم سمتون که حداقل یه چیزی دستمو بگیره، مثلا راهمو یه جوری عوض کنم که یه چیزی دستم. نه اصلا منظورم اون نیست. من کلی میگم. آره آره. چون این بخوای انرژی بذاری فلان، بعدم مخاطبا که دیدی مثلا یه دو نفر با هم خیلی درگیر بودن، دوست میشن، همه کی پول داده کی شده، میدونی؟ آره. این خب اذیت میکنه آدم، میگه کار خودمو میکنم. آره ما هر مارکتی دنیا به اندازه کافی واسه همه پول هست، کنسرت هست، شهرت هست واسه کسی که دنبالش، کسی جای کسی رو تنگ نمیتونه بکنه، میدونی؟ نه کسی قراره عرفان باشه، نه کسی قراره یکی بشه، چون هر کسی دقیقا از نقطه دید خودش میبینه، کار خودش رو میکنه و هر کسی توی یه چیزی بهتر از یه کسی دیگه است، میدونی چی میگم؟ تو موزیک واسه احتیاج نیست به اینجور چیزا. ولی من از اول تو مصاحبه میرفتم تو تلویزیونی من اونور، مثلا میگفتم مثلا یارو میگفت دمت گرم ترکوندی، میگفتم رپ فارسی فقط من نیست، مثلا رضا پیشرو هم هست، زدبازی هم هست، هیچکس هم هست، بارا میگفتم. بعد به مرور دیدم بقیه مثلا حمایت که ولش کن، فقط میخوام بزنن واسه آدم، میدونی چی میگم؟ و خیلی عجیب بود این قضیه. من عادت با این طرز فکر، عشق واسه من همیشه چیز خیلی بزرگی بود، خب، و دوست داشتن و تیمی و نمیدونم فلان اینا، نه که حالا همه با هم تیم باشن، ولی دشمنم لازم نیست باشی. چرا مثلا هرس میخوری از موفقیت بغل دستی؟ ولی مردم گاهی وقتا ضعف‌های خودشونو تو موفقیت کسای دیگه ترجمه میکنن، میدونی چی میگم؟ یه کس دیگه الان تو این لحظه کاری میکنه، خب من خیلی ترکوندم اون موقع، میدونی؟ با همین موزیک ویدیوها فلان داشتم خیلی کار میکردم، خب داشتم کارش زحمتش رو میکشیدم، ولی بقیه به جان که بگن دمت گرم مثلا، میدونی چی میگم؟ یه جوری دیگه برخورد میکردم با قضیه. خلاص حالا راجع به این داستان صحبت کردی، آره دیگه این داستان هست، اصلا اگه نباشه هر کدوم یه قسمتی میزنه. مثلا راجع به این صحبت کردی که خیلی خوب به شناخته شدن رپ توی جامعه کمک کردی، چون به هر حال اون موقع جزو تنها کسایی بودی که کارت توی به هر حال ماهواره پخش میشد، خیلی الفاظ رکیک خیلی کمتر داشت نسبت به بقیه، اکثر موزیک ویدیوهات که نداشت الفاظ رکیک، ولی خب موزیکای دیگه کم فرق داشت حالا از زمان کابر. اما خب خیلی دیگه هم بودن دیگه که این کار، مثلا اون زمان بخوایم نگاه کنیم سامان ویلسون اینا مثلا سامان ویلسون فکر کنم اولین شخصی بود که مولتی رایم آورد دیگه، چند سیلابی رو مثلا فلو، اگه موزیکای 81 اینا یادت نمیم، البته گفتی نشنیدی تا زمانی که کار کردی، گفتی رپ فارسی نشنیدی؟ نه رپ فارسی گفتم، منم داشتم کار میکردم، مثلا هنوز زودتر در اومده بود، ولی اینکه نمیدونم که چند سیلابی های واقعا اول یا نه نمیدونم. آره اون موقع موزیکات فعلو هم نداشت، خیلی مثلا دکلمه یه حالت اینجوری موزیکای اول اگه میگه که حالت ترجمه هم آهنگای خارجی بود، یعنی فلو هم همون بودن، میدونی چی میگم؟ مثلا آره از زمان دقیقاً، یعنی همون آهنگ انگلیسی رو همون بیت فلو رپر آمریکایی هم ترجمه میشد فقط به فارسی میشد. آره این کارو آره زد خیلی خوب کرد که ویدات می بود اولیش، ویدات می امینم خوندن که حالا باز مولتی سیلاب مثلا رای ما رو چیده بودن و خوشگل بود و این چیزها رو آوردن، و بعدم فکر کنم چهارمین آهنگشون بود که آهنگسازی کردن اینا، که اونم خیلی توی ساید خودشون که خودتون فکر کنم اینا میدونستین که به خط منو به هر حال با هم بردین جلو، موفق بود. آره نه خیلی کاره 100 درصد. چی شد با زد بازی این همه شما؟ ببین من خودم به عنوان یه مخاطب رپ فارسی که از قدیم بوده،
من با سامیلسون رپ رو شناختم، با تو دیوونه رپ شدم. مثلا دلیلی که مثلا اینجا سامان و خودتی و هرس میخورم میبینم چرا، یعنی شما هر کدومتون یه قسمت این جاده رو گرفتین دستتون درست کردین و الان این اتفاق افتاده. چی شد داداش؟ اگه بگی من میدونم، نمیدونم، میدونی این قضیه رو الان میخوام بازش کنیم صحبت کنیم، بهتره من فقط راجع به قسمت‌های یه سری چیزا هستش که ممکنه ابهام پیش بیاد، مثلا بعد ثابت کنی یه چیزی. خب من فقط راجع به قسمت‌هایش میگم که چه تو چه بیننده‌هایی که در اینو میبینن خودشون بتونن ببینن، چون دیگه هست دیگه، بچه‌ها که درگیر رپن میدونن. شروع قضیه از کجا بود؟ مثلا من آیا شروع کردم چیزی گفتم به کسی؟ ازت بازی شروع شد، یعنی چیزی که حالا تو پابلیک ما داشتیم میدیدیم، یک مصاحبه علی جیدال میکنه که تو اون وقتی راجع به علیرضا جی جی و سیجل ازش میپرسن، نظر جوری میگه نظرم نیستن و فلان و این حرفا، که حالا یه جوری هم موزیک اونو من سریع میتونم مختصر بگم. اون اتفاقی که افتاد، علی جیدال توی مصاحبه گفته بود که سیجل و جی جی، آره تو پرژن پاپاراتسی گفته بود که اونها یه حالت مثلا، حتی گفت تعریفم کرده که زد بازی، مثلا من دوست داشتم قدیم فلان داستان اینجوری که مثل حالت شهرام شپره مثال زده بود، چون که موزیکاشون بازاریه، نه مثلا موزیک بازاری. بعد مصاحبه رو اصلا، حالا بچه‌ها تو تیزرش چیده بودن، من مصاحبه رو به خاطر رفاقتی که با سیاوش داشتم اون موقع و صحبت کردیم کنسل کردم. اوکی، یعنی کنسل نکردم، به ازلی خواستم که داداش این مصاحبه نیاد بیرون، چون برداشت اشتباه میشه، میدونی چی میگم؟ در صورتی که الان خودشون هم، خب مثلا کل صحبت اینه که موزیکای ما همش بازاریه دیگه، یعنی مثلا جداله اونه که مثلا ما تو بازار موزیکامون فلان میشه، میدونی چی میگم؟ شهرام شپرم کل ایران دوست دارن، خب برای اینکه موزیکاش بازاریه، همه دوست دارن، خاطره دارن باش، فلان داستان اینجوری. یعنی قصد بی احترامی نبوده که بگی یارو مثلا تخمی موزیکاش، میدونی؟ ورگشو گفته که مثلا اینجوری، و به هر حال ما اونو برداشتیم. خب مصبرت ولی خودت کامل اون قسمتو ببین، من سال پیش یادم نمیاد خیلی شد. مثلا اینجوری نشسته مثلا میگه سی جام چیکار، یه جوریه که مثلا اگه حالم ازش بهم میخوره، خب ممکنه حال نکنه تو مصاحبه دیگه. الان مثلا حالا من چه میدونم، من کسی نمیتونم به کسی بگم به علی جیدال چرا حال نمیکنی با مثلا سی جل، که میدونی رفاقت خودمون رو داشتیم، رابطه خودمون رو داشتیم. ولی میگم من کسی هم کسی کی این کارو میکنه بره به همتیمی خودش رو مجبور کنه؟ که مجبور نه، میدونی داداش هم علی، من که نگفتم که داداش فلان، صحبت کردم منطقی، گفتم داداش مثلا این رفیق منه ناراحت شده از این حرف، کی این کارو میکنه بره بگه وردار مصاحبه رو. اون مصاحبه هیچ وقت تو تیزرش یه سری چیز گفته بود، اون برای اینکه فراز، برای اینکه مثلا قضیه رو یه حاشیه مثلا بخوام مردم مصاحبه رو ببینن، یه تیکای گذاشته بود، ولی مصاحبه اصلی رو هیچ وقت در نیامد. حالا بعدن ها سر داستانه که دیگه چی شد اینا پخش شد شاید مثلا، ولی اون مصاحبه وقتی در اومد اون قسمت ها اصلش حذف شده بود. خب ولی اینا ول نکردن این قضیه رو با این حال، فقط سر این که آقا فلانی گفته من با فلانی حال نمیکنم، یه عمر یه گیر دادن که نمیدونم پروژه های مثلا علی با لیتو و با این و اون و فلان اینا رو کنسل کنن، چون حالا یکی گفته فلان، میدونی چی میگم؟ تلاوازی زیاد که چی، حالا مثلا یکی گفته یه حرفی، حالا دیگه میدونی چی میگم؟ نباید انقدر آدم شکننده باشه غرورش که مثلا یه چیزی یه چیزی اینجا عجیبه، چون اون زمانی اتفاق افتاد، فیتی هم که داشتیم تو به هر حال مهمونی خودمونه دقیقاً همون حدودا بود که اومد، نزدیک اون مصاحبه بود تایمی، ولی خب این هیچ اتفاقی نیفتاد تا زمانی که آیت الله ترپ اومد که جی جی اومد یه استوری گذاشت گفتش که اسکی کردن کانیه وست آلده کست و شرم هست مثلا، یارو سلطان اسکی مثلا میاد به ما میگه اسکی، میده چی میگه مثلا اونجا میخواستم من به این میگم، میگم مثلا جیدال اون، یعنی خود چیز جی جی اینا میگن از اون زمان شروع شد، ولی خب این وسط اتفاقی نیفتاده بود تا آیت الله ترپ. من خب این وسط اتفاق دیگه ای نیفتاده اتفاقا نه هیچ وقت. من میگم من اصلا آخه با اصلا من فهمم یادم، ولی مثلا ترک ها رو میگین کنسل شده، چون اون ترک مثلا یک سال و نیم بعد مصاحبه بود که درسته داره. همین دیگه میگم مثلا یه پروسه ای که آقا مثلا میگن یکی میزنی دوتا میخوری، یکی میزنی سه تا میخوری دیگه، مثلا تا کی میدونی؟ هی مثلا فلان سر یه چیزی که من خب به جای رسید که من گفتم من کسخل اصلا چرا کنسل کردم این داستان قبل اینجوری بشه، میدونی چی میگم؟ من بعدم مرامو گذاشتم واسه رفیقم، گفتم که این مصاحبه نیاد بیرون مثلا پخش نشه، میگم حالا من مثلا چه رابطه‌ای میام یه دبی، من و سیاوش اونجا خیلی رفیق شدیم با هم و اینا و خیلی با هم خلاص دوست نزدیک شده بودیم و سر این داستانا. خب منم دلیلش اینه که میگم من پایدار، چون که من بزرگتر از بچه‌هام و زودتر شروع کردم، وقتی اتفاقی میفته که این همیشه خب اینم خودشه مثلا نامردی که تو رابطه روابط مازد بازی بوده، چون وقتی اتفاقی تو تیم ما میفته
آقا اینا بچه‌ها تن یا مثلا اینا تیم تو ان تو بزرگشونی فلان، ولی از اون ور وقتی اتفاقی میفته که کوسشر به ما میگه نه قضیه فرق داره چون که اونا هم دوران و هم سنن و فلان، مثلا میدونی چی میگم؟ و همین داستانایی که پیش اومد سر مثلا حالا تو گفتی چی شد و اینا، اونا رو حالا گذشت قضیه جدال و فلان کاری نداریم. امس تو گفتی چی شد این قضیه که افتاد؟ آقا مهراد شروع کرد استوری زدن به من، یادمه من میگم داستان چیه؟ ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. یه بار دو بار سه من چی نمیگم، میدونم اون موقع مثلا از نظر روحی روانی هم مشکلات خودشو داشت و اینا و میشیدم از دوستای آشنا فلان اینا که کاری وارد اون نمیخوام بشم، ولی من میگفتم اوکی من چی نمیگم، من چی نمیگم، ولش کن بابا ولش کن. دوباره سه بار چهار بار راجبه چی میگه موهاش آخر گفتم موهامو بلند کردم چون موهاش بلنده. آخه کدوم مگه اسقالی همچی حرفی میزنه؟ مثلا دراویش گنابادی هم از مهرائیده موهاشون دقیق کردن بلند کردن. آخه مثلا بیا حالا من مثلا یه تیکر رو اصلا خودم متوجه نشدم، چون یادمه مهراد هیدن یه بحثی با سینا سایی داشت راجع به این بود که مثلا چرا شما اومدید، مثلا یادمه ترکشون گذاشته بودن برای فروش، اون که بیشتر پول میداد باش تماس تصویری میگرفتن، سینا سایی اومده بود میگفت چرا دارین این کارو مثلا میکنید و اینا، نقد کرده بودی و مهراد هیدن اومد استوری گرفت شروع کرد به سینا سایی که اصلا به تو چه، بعد یو گفت اون یکی هم که ادا منو در میاره تو آمریکا که مثلا حتی به این اشاره کرد که من میرم ماراتون اونم میره میدوه موهامو بلند میکنم فلان. خب جالب اینه همین داستانه اینه که اینا توهمایی که وجود داره اینه که اولا که آره گفت گیتارم تالا نه، فقط اونا که گیتار میزنن موهاشون بلنده صاحب من آره وقت بالی و جالب بود که مثلا گفت یه تاله گیتارم دستش نگرفته موهاش بلنده، من فقط اونا که گیتار میزنن مثلا و موهاشون بلند باشه فلان، راکستار در میارم مثلا گیتار تالا دستش نگرفته آره که من ادا راکستار در نمیارم، سازم نمیزنم، با راک بزرگ شدم و عاشق موزیک راکم، ولی اینا هیچ ربطی بلند کردن موی من نداره نیکوشر. و اصلا این داستانه همینو میگم، این توهم اینو داره که من مثلا من اصلا موزیکاشو نشنیدم مثلا تو 5 سال گذشته یه دونشم، اینجوری میگم، یعنی من حرفایی که میزنم نه یکی بالاست نه یکی پایین، میدونی این حقیقت چیزی که دارم میگم و خیلی مهمه این قضیه. و طرف مثلا میاد میگه که مثلا من اصلا من ماراتون نردم، من 30 دی چالش 30 روزه گذاشتم واسه ورزش، چرا؟ می‌خواستم ورزش کنم، تنبلی می‌کردم این مدت، گفتم این چالنجر رو بذارم تو چیز، مجبورم برم دیگه با کل بچه‌ها. مثلا ویدیو می‌فرستادن. این چه ربطی داره به ماراتون دویدنمون اصلا مثلا؟ که من 30 روز برم ورزش کنم، چالنج بذارم مردم مثلا بفرستن. می‌دونی چی میگم؟ بعد میگن که کافر همه رو به کیش خود پندارد. حالا برسیم به داستان دیسه. این آدمی که به من میگه من مثلا من پیگیرشم فلان داستان، که من میگم به قرآن آهنگاشو اصلا نشیدم گوش نمیدم نمیدم چیه، آخرین چیزی که بود میگم چیه که دقیقاً بدونی چی بوده، یه آلبوم داده بود که آهنگ درد سر توش بود، تونل یک، تونل یک. من اون آلبومو یادم مثلا هوایی بودم بچه‌ها گفتن آلبوم اومده، بعد توی ماشین داشتم رانندگی میکردم این ور اون ور، نصف اون آلبومو شنیدم که حالا راجع به جزئیات چیز نمیشه تا حاشیه‌اش نمیخوام برم که حالا مثلا راجع به آلبوم چی فکر کردم چی فکر نکردم و اینا. بعد آهنگ یا آهنگ بود درد سر حال کردم فاز در آره آره چیزش به هوکشو بیشتر الان دوست داشتم، نه کار به جزئیات دیگه ندارم، نشون به اونشون اینه که آره یه تایمی هم شد که ما یه جایی اینا خیلی چیزای شخصی میشه درستی سادم بگه که مثلا کجا و چی اینا خیلی چیزا رو همینجوری میگم که داستانو بگم که مثلا من گفتم فلان جا دیدم، گفتم آقا آلبومتم شنیدم مثلا با یه چکشم خیلی حال کردم، گفت فلان چک، گفتم نه اتفاقا با اون فلان چک مثلا در این حد و اینا. اون آخرین باری بود که مثلا من به موزیک گوش دادم که اون سفرم مثلا یه کار عجیب غریبی هم کرد که باز میگم چیزای شخصی زندگی بقیه است من واردش نمیشم، ولی صحبت کردیم همونجا که دو دفعه سه دفعه هم نداداش مشکلی ندارم من، مشکلی نیست فلان داستان. باز میگذشت میرفتیم ما میشتیدیم از فلانجا مثلا لندن بس میکنه فلان چیزو میگه، نه فلانجا اونجور چیز میگه به جیدال تو فلان اون چیزو گفته بوده، میدونی همینجور. من میگم مگه میشه یه آدم مثلا من تو راجع به مهرائیدن صحبت نکردم مثلا با رفیقام تو مهمونی بر اون بر بعد بگم خوب بگم، اصلا بحث مهراد دیدن بالا نمیاد، چجوری انقدر بحث من نمیاد بالا و چرا انقدر حرف میزنه پشت سر من؟ و این قضیه ادامه پیدا کرد تا رسید میگم اینا رو گفتم که برسه به اینجا که سر این استوری ها استوری میزنه حرفای عجیب غریب میزنه، یکیش اون بود بعد نمیدونم، بعد یهو دیگه اصلا سامان که شروع کرد من شاخ در آوردم، گفتم این دیگه از کجا اومدن این قضیه این چیه، میدونی خیلی عجیب بود واسم و خیلی بی ربط. و با کسایی هم که کانکت بودم صحبت میکردم ما نمیدونیم فلان، گفتم خب خلاصه رسید به اینجا دیگه، رسید به جایی که قولم دادم منم دیگه ترک دادم دیگه، گفتم چیکار کنم میدونی رپه، گفتم اگه اینجوری به استوری بازیه میخوان راجب نمیدونم کفش و ناخن و لباس اینا صحبت کنیم منم ترک میدم که اینجوری شد. قبل از اینم که حالا با مهران اینا رو هم بذرت میخوام اینم خواستم بگم، همه اینا رو گفتم که اینا چیزای پابلیکه که وجود داشته و کسایی که هستن اینا رو گفتم که ببینم یادشون بیاد مردم که من چیزی استارت نزدم،
میدونی من نشستم گفتم حالا این اوکی حالا اوکی و هی چیزی نگفتم رسید به اینجا که دیگه رسید به اینجا خلاص. آره من خواستم اینو بگم که حالا اون زمان که حالا دیس و دیس بک اومد که داراماییم و اینا اون زمان بعدش همه چی خوابیده بود، حتی جیدال تو مصاحبهش اعلام کرد که مهرادیدن خیلی دوست داره، آرتیست خوبیه، یعنی اینجوری گفته بود و یک بوی بند خوب ایران نام برده بود. یهو دوباره این داستان اومد، من هم خودم نمیدونم و این خیلی عجیبه. کاش میشد که آره حالا... من دو تا چیز میتونم بدم، واقعا نمیدونم، یه مشکلی هست که یا نمیخواد بگن خودشون هر چیزی یا همین که کاری یا هم که حاشیه است دیگه، دیدی ملت عاشق حاشیه ان که مثلا یکی هر کی آهنگ میخواد آلبوم بده گاهی وقتا میخواد یه حاشیه درست کنن بازارگرمی، نمیدونم حالا اون که جای خودش داره. ولی آره. سامان ویلسون یه زمان به یک برنامه هارد تاک اومد دعوتت کرد، رد از حرف نزدی راجعش، نه حالا وایسش شنیدی یا نه انجامش نمیدین و این زمان. مذاکره گفت بکنه. آره من اون موقع جواب دادم گفتم با تو من مذاکره نمیکنم، گفتم مهراد اگه میخواد بیاد من باش مذاکره میکنم، برای اینکه میدونم چه اتفاقی میفته تو مذاکرات با جفتش، میدونی، برای اینکه میخوام بیاد خودش تو دورمین دروی من این حرفا رو بزنم باشه بگم، میخوام ببینم چه جوابی میخواد من بده. ولی با سامان چیز نه، سامان هم آخه انقدر دیگه داشتیم استوری موری میزدیم و اینا، رسید به جایی که دیدم این همش پنج صبح جدی دلم سوخت، یعنی رسما دلم سوخت، گفتم این داره حرف نمیتونست بزنه توی سریش. یه دونه استوری بود مثلا کلا رو داشته و پایدار میگه بهتره، یعنی از بس حرف نمیتونه، من گفتم من الان دارم خودم رو کوچیک میکنم، یه چه دهن به دهن چی دارم میشم، مثلا من صحبت چی رو دارم میکنم، میدونی چی میگم؟ اونجوری شد گفتم ولش کن بابا دیگه اصلا، میدونی. بعدم که افتادم تو کار دنبال آلبوم با دنی که داشتیم درست میکردیم و اینا، حالا آلبومه که در بیاد آلبوم نور با دنی میبینی توی فضای انقدر متفاوته با هم کارهای خودم و هر اصلا آلبومه که تو موزیک ایران بوده، معنیش این نیست، منظورم این نیست که مثلا یکی میگه اوه شجریان فلان، منظور نیست که بهترین آلبومه حتما همه خیلی فلان، منظورم اینه که انقدر فضاش متفاوته تو این فضا واقعا کار نشده و انقدر راجب عشق و اصلا یه فضای دیگه است، میدونی چی میگم؟ و با فضای فکری من راجب دیس و این اصلا میدونی گفتم بده بره با من دارم چیکار میکنم، من لیگ دیگه همون لیگ دیگه کار دیگه دارم میکنم، من کار دیگه. آره اتفاقا بچهای پایدار کلا همتون خیلی عوض شدید، مثلا خودت یه کوچولو حالا مدل ادبیات تهم که دیگه خیلی ادبیاتی شده، خیلی شده، حتی جیدار خیلی زمان زمان یکم خیلی گنگتر، حالا شاعر مریض و اینا، الان یه کوچولو کم تر بیشتر سمت ترکای مفهومی و حالا خیلی بعضی جا هم سیاسی میخونید. حالا یه نقدی که هست، البته من اینو قبول ندارم، چون حالا بعضی ما سیاسی خون داریم که مردم رو دعوت میکنن به یه سری کارا و شاید باعث بشن که یه اتفاقاتی بیفته واسه شما. تو موزیک شما تا حالا ندیدم اینو، حالا این اتفاقات شما بیشتر میاد اون اتفاقاتی که هست، این خیلی جا هم طنزش رو استفاده میکنید، مثل ترک آخری که اومده بود اسمش الان یادم رفتم، عید اومده بود، عدالت علی، عدالت علی، نه اون یکی قبلیش، آن 1400 آره 1400 منم شنیدم، خیلی بالات هم نقدتون رو میگین هم فان میکنید بعضی جاش، یه کوچولو دعوت ندارید. من خواستم ببینم نظر خود راجع به اون که دعوت میکنن مثلا خیلی خشنن و اینا توی موزیکا چیه؟ ببین دعوت میکنن که چی، مثلا مردم بزنن تو خیابون، مثلا خیلی داستان دارن که دیگه خیلی خشن میگن آها گوش ندادی یه سری ترک های خیلی این چند وقت سیاسی نراستش من یه چیزی میگم، اینم گاهی وقت من تو این ورمه تو لایو و اینا میگفتم که مثلا من گوش نمیدم ترک ها رو، میگم فکر کردی کی، مثلا منظورم اون نیست، واقعا درگیر زندگی خودم موزیکای خودم و ایناست، یه تایمی هم داشته باشم بخوام موزیک گوش کنم میام یه موزیکایی فکر میکنم چی میگن خارج از رپ فارسی گوش میکنم، موزیکای معمولا که اصلا ایرانی خیلی گوش نمیدم، کلا میدونی چی گوش میدم، تایمای دیگه هم که دارم میذارم رو موزیک خودم و اینا نشیدم. ولی نظر من کلا راجع به آهنگ سیاسی میتونم بهت بگم که خودم کاری که میکنم حالت اینه که مثلا آهنگ منتظر اگه گوش کنی یه برهه زمانی از تاریخ ایران و اتفاقی که داره میفته توش نشون میده، عدالت علی همونطور، یعنی من اینجوری بهش نگاه میکنم که من یه قسمت اون زمانی که اتفاقی داره میفته از نظر سیاسی اجتماعی تو ایرانو دارم به تصویر میکشم که بمونه. خب یه کوچولو از حاشیه جدا شیم بریم سمت سلیقه خودت و یه حالا تو برنامه هم نمیدم دیدی یا نه، ما یه سری تاپ 5 میپرسیم از آرتیستا که با سلیقه شون بیشتر آشنا بشیم و اونم سه تا تاپ 5 داریم، تاپ 5 رپرهای فارسیت، آلبوم های فارسی و آهنگسازا. حالا چون زیادم گفتی تو مصاحبه هم زیاد ازت شنیدم که وقت نداری گوش بدی و اینا، اگه نمیتونی فارسی بگی به اون تعداد نداری انگلیسی هاشو بگو که بیشتر باش سلیقه داشته باشیم. اوکی آلبوم های تاپ 5 بگم. بله ببین آره واقعا تو رپ فارسی چند تا آلبوم بوده که مثلا 5 داشت آره بهتر انگلیسی بگم به نظرم که زیاد بوده خودش 4 تا آلبوم داره 4 تاش مال خودم نه اونجوری هم نیست 5 تا که شنیدم
ببین 5 تا آلبومی که خیلی دوست دارم، مثلا آلبوم ناز ایلماتیک خیلی دوست دارم، Ready to Die، بیگی، نوتوریس بی آی جی خیلی دوست دارم، توپاک خیلی زیاد انتخاب کنم بینشون، سخته بگم. بعد کلن بگم دیگه آلبوم 808 and Heartbreak کانیه رو خیلی دوست دارم، Dark Twisted Fantasy هم خیلی دوست دارم کانیه، البته اونم خیلی خوبه. بعد دیگه چی؟ Mobb Deep خیلی، من چون خیلی اولد بازیه وست کوست، آلبوم های فیوریت خب فهم کنم برای خیلی اونجوری باشه دیگه، چون آلبوم هایی که وقتی تینیجر نوجوانی گوش میکنی یه جوری دیگه به مزه میده و میمونه واسهت، و اونا تاثیر گذاشتن رو موزیک خودم خیلی. بعد از توپاک هم حتما بگم، دوتا بگم، توپاک All Eyes On Me و همون دابل سی دی و همون دابل سی دی Me Against The World، اونا رو خیلی دوست دارم. تبلیغ ایرانی‌ها رو دیدین All Eyes On Me رو واسه کاور کردن؟ نه بابا پشتم گرمه. نه خنده است. آره یه را تبلیغ رادیاتور. آره و خب بریم سراغ آرتیست ها. پنج آرتیست خیلی دوست دارم مورد علاقه هم، خب توپاک و بیگی خیلی دوست دارم، ناز رو خیلی دوست دارم، چیزو خیلی دوست دارم، خیلی جدیدترم بگم قدیمی نگم، ولی مثلا جی کول خیلی دوست دارم کلن از آرتیست هایی که هست. خیلی لیریسیستا رو دوست دارم. آره دریک هم خیلی دوست دارم کلن، به نظرم دریک هم خیلی آرتیست خوبه. بیگر خیلی دوست داشت سلطان، آره قدیمش آخه نمیشه میدونی. گفتی 5 تا بیگر خیلی دوست دارم، مثلا تو تاپ 5 بت نیست ولی دوست. ببین از نظر سکیلز واقعا شاید باشه تو تاپ 5 ام، میدونی چی میگم، از نظر تولید آهنگ به من کسی آهنگ کامل درست کنه شاید نه، ولی نه مثلا اون فری استایل 98 فری استایلش، اون 97 اون که یه تو رادیو به جیزی میخونم مثلا خیلی خفن، 7 منیت فری استایل 7 دقیقه است خیلی دوست دارم. ایبانیکس اون که مثلا همه چیزایی که با لهجه‌ای که مثلا سیاپوسای آمریکا همه حرفای محله ای مثلا چیزی میگن، میدونی چی میگم، لفظا رو همه رو ترجمه میکنه واسه مردم عادی، نمیدونم، هم آهنگ با توپاکش خیلی خفنه خیلی دوست دارم. با توپاک لس فایت بود اسمش؟ ها؟ لس فایت بود؟ نه یا آهنگ قدیمی تر داشت مال رانجی بود، اولش میگه رانجی I'll be the smooth but not that glorious kid A bad boy just like Notorious kid A Rockefeller like Sean Carter. اون دیگه اسمش هم نمیدونم. خب بریم سراخت آهنگسازا. آهنگسازای ایرانی که میشناسی مورد علاقه ام کار میکنی؟ آره باز انگلیسی؟ نه آره داره میتونم میکس کنم اونا. آره. شاید 5 تا مثلا کسی خیلی تو 5 تا از این بر بگو 5 تا از اون. آره آهنگسازم باز من چی میگم مثلا میگی یعنی نمیشناسی واقعا 5 تا آهنگساز که خیلی حال کنم موزیک خواهم دوستم روشون بنویسم و جوری باید فکر کنم دیگه طبیعتا خب 10 تا آهنگساز کار کردید. آره همین دارا به نظرم واقعا نابغه است، خیلی خفنه تو تیم. دارا خیلی دوست دارم آهنگسازیشو، ای پلاس هم خیلی دوست داشتم، مثل موفق ترین بهترین آهنگی که درست کردم و یه زمانی مختلف. به نظرم بهترین آهنگساز ایران بود. آره 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 با اون کار میکنم خیلی دوست دارم. بعد توی آهنگسازهای خارجی قدیمی بخوام بگم الکمیست رو خیلی دوست دارم، 5 تا رو قاطی میکنم ایران و خارجا. الکمیست رو خیلی دوست داشتم سنس کار قدیمیش و اینا رو. دکتر جوی خود کانیر خیلی دوست دارم آهنگسازیشو، گرچه خب خیلی جاش مستقیم پروداکشن خودش نیست و اینا، ولی خیلی دوست دارم. فوردی هم خیلی دوست دارم، پرودوسر جوی کم نظرم. اوکی خب ایرانی پس فقط دارا و امیرعلی پلاس، مهدیار نه هستن مثلا؟ چرا مثلا بچه خوبن، مهدیار آهنگساز خوبیه، هاتون همه کارش خوبه، ولی خب مثلا من کسی رو میگم فیوریت که خودم ببینم روی چکاش، میدونی چی میگم، مثلا استایل یه مشخصه از موزیک دیگه، هر کسی همه کارشون خفنه واقعا بچه ها، ولی خب و ببینم من رو چی دوست دارم بخونم، میدونی اونجوری بیشتر. اوکی خب آقا برسیم به داغ‌ترین داستانی که این چند روزه هست، حواشی‌هایی که هست راجع به کنسرتی که گذاشتید. خیلی حاشیه ایجاد شد، خیلی ها به هر حال اومدن استوری گذاشتن، حرف زدن، از بچه های زدبازی بگیر، منیجرشون، تا حالا بچه که کمتر شناخته شدن، حتی کسایی که خودشون کنسرت هم نداشتن اون قشنگ که انداختن. آره که این واسه خود من عجیب بود که حالا آره. با من آدم باید حق بگیری، تو خودت وقتی کنسرت نذاشتی راجب آره. چیزایی صحبت میکنی، اول بازخوردتو ببینیم. و یه تیکه ای هم داشتن دست به دست میکردن و میگفتن این که کنسرتتون کسی توش نبود، تو دیس ما تیکه انداختین، که البته جیدال فرق نزده بود فکر کنم پارسالی تیکه انداخته بود و خلصه هم حتی به جیدال تیکه انداخت و به نظر میاد رابطتون با خلصه هم به هم ریخته که خیلی والا الان دیگه اصلا من نمیدونم کی رابطش با کی چطوریه و خر تو خره، ولی این داستانه
کنسرت که واقعا خیلی کسره بهش خیلی نمیپردازم چون اصلا واقعا مسخره است. اولا که کنسرت ما نسبت به کنسرت قبلی، من اینجا تو همین چند تا چیزو میام، من تو همین سالن قبلا دو بار کنسرت داشتم، جیدالم نبوده، یکیش دنی هم نبوده، خود اومده بودیم، هر دفعه پر بود این سالن. اوکی این سری هم اولا که کنسرت ما اینجوری نبود که مثلا او خیلی خلوت بود، برای که یه سری از عکسا که میگیری این سالن دور تا دورش مدلش که تیبله و گرون‌ترین چیز سالن، همیشه کسی که بیشتر پولو خرج می‌کنه اون تیبلاست، هم پایین هم بالا تمام تیبلا سولد شده بود. اوکی قسمت پایین خفن در این طوفان 30 سال گوه اینا، یه سریشون خودت هستی، خدا شو خودت هستی، اینا خودت میتونی چیز کنی. طوفان برف انقدر پرواز کنسل شده بود سر برف و بورانی که چیز بود، همین خیلی از توریستا نیومد، ما انقدر پیام گرفته بودیم از اینا اون که ما می‌خواستیم بریم پروازم کنسل شد نشد فلان داستان و بهمان اینجور چیزا. یه سریش هم برمیگره باز میگم به داستانای آهنگایی که این داستانی که آهنگ بده قبل کنسرت، یه چیزی که چه می‌دونم از ابی من یادم از قدیم بود تا دریک تا هر کسی آلبوم میدن، چکاشونو پشت هم میدن بعد تور میذارن. اوکی و ما آهنگایی که برنامه‌ریزی که مثلا چند ماهه به دلایل مختلف، یه سریش تقصیر خودمون نیستش، تقصیر کسای دیگه و دلایل مختلف نیومده بود بیرون اینا، ولی کلا اصلا حرفی هم کوشش نشون کنسرت اوکی بود، مثلا جمعیتی که مثلا چه جوری کردن انگار، بعد اونایی که اصلا کنسرت میگم آخه مثلا این آدما کشن بعضیا، برای اینکه من اینجوری باید بگم اینو، برای اینکه طرف خودش تا حالا کنسرت نذاشته نمیتونم بذاره، تو دیگه چه استوری داری میذاری راجع به مثلا کنسرت منی که اومدم این همه سال راهو هموار کردم که یکی مثل تو کنسرت که چیز بتونه رپ کنه، میدونی چی میگم؟ بعد اصلا گیرم من یه کنسرت بذارم 5 نفر بیان، خب کنسرت ما اوکی بود، الان گیرم یه کنسرت بذارم 5 نفر بیام، چقدر بعد لاشی باشی که مثلا استوری بذاری که مثلا منی که مثلا این همه سال تو موزیکم و فلان اینا بگی که کنسرتت فلان مثلا، اصلا یعنی چی؟ ولی حالا چیزایی که راجع به کنسرت گفتم و میذارم خودت بگی، درسته دیگه. ببین من یه سری حالا دایرکت یعنی گرفتم، یه سری تایمشو خیلی مشکل داشتن چون چهارشنبه سوری بود و بعضی حالا بعد میرفتن سر کار و این و بعد تو دایرکتوری داشتم که بلیت گرفتن نتونستم بیان، این داستان بود. و طوفانش هم که فکر میکنم همه دیگه اونایی که ترکیه باشن اینا میدونن که سردترین آره. ما اسفندو داشتیم این چند وقته و واقعا سرد بود و من خودم هم اونجا بودم اصلا آره. خلوت نبود اما آره سولدات نبود، پل نبود، یه چیزی بین پرو ناپر مثلا کلا میگم این اصلا حتی نبودش میپرداختیم قضیه رو چون زشته. مثلا من کسی که اول کنسرت ها رو من شروع کردم همه جا دنیا هم کنسرت گذاشتم خوب بوده، نه این کنسرت اولی بودن آخرمون تا اینجا بعدم قرار کنسرت بذاریم، حالا اصلا بگیریم من کنسرت گذاشتم هیچ کی نمیاد، مثلا بعد یکی بیاد بگه اوه فلان به تو چی میرسه مثلا کنسرت آدم نیاد. و این قضیه برمیگرده که خیلی این قضیه راجع به تیم ما هست و کلا بعد برمیگرده که بابا اگه مثلا ما بدیم که چرا انقدر به ما فکر میکنی؟ من نمیفهم، اگه کسی داستان تو سلطانی درسته، اگه تو رونالدو فوتبالی که فکر نمیکنی به کسایی که خوب نیستن که، چرا حرف میزنی؟ یا مثلا از اون حتی این فقط حالا کنسرت که چیز خیلی کوچیکشه، ولی مثلا سامان ویلسون عجیبه واسه من که میاد به ایمانمون رپر نسل 3 و 4 ما 23 سالشه ایمان آهنگ میده میاد راجبش نقد میکنه نظر میده، میدونی چی میگم؟ کلا این قضیه با تیم ما خیلی هست، نمیدونم یه خاری هستیم به چش خیلی یا قدیما بوده از من دلیلش هم نمیدونم، چون من واقعا غیر از عشق و دوستی و فرانه با هیچ کی چی نداشتم و این قضیه پیش میاد، میدونی؟ خب یه چیزی هست دیگه، سی قسمتی که هست، وگرنه تیم ما همه تو کار خودشون همه خفنن. ایمان واقعا الان عدد رقماشو نگاه کنی واقعا تو نسل خودش داره میتره کنه، حالا خیلی کار جدیدش نیومده میاد و اینا. علی واقعا کی مثل علی لیریکس مینویسه مثلا؟ شاعر مریض کی هست دیگه تو بازی ما؟ دارا پرودوسر 21 سالگی چقدر هیت گنده مثلا داده با رپرهای مختلف فلان تو سن و سال. سینات همون ویژن مثلا از نظر تصویری و بصری اون چیزی که داره، حالا کارایی که میکنه، برند سولز اومده زده تو ایران ترکونده کار خودش داره میکنه، کی مثل مهتا میخونه تو دخترها مثلا تو سن و سال؟ مثلا هنوز به مقدرش بالا پر ندیم کاراشو نکرده، میدونی چی میگم؟ کل تیممون واقعا خیلی قویه و به کسی هم کاری نداریم، میدونی تمرکز رو کار خودمونه، ولی دائم همه تمرکز رو ما حرف میزنن فلان، عجیبیه. ببین حالا یه چیزی که هست به نظر من، حالا دارم نگاه میکنم از بیرون، خب یه کوچولو اون هیت پایدار خوابیده، یه کوچولو اومده پایین، من فکر میکنم به خاطر اینکه خیلی عوض شدید همتون، یعنی انگار یه بلوغ خاصی رو داریم توی پایدار میبینیم، حالا ایمان که جدیدتر زیاد حالا اتفاق خاصی واسش نیفتاده ولی شما خیلی تغییر کردید، یعنی فکر میکنم اون
آهنگ دیگه واسه یه مثلا تینیجر 12 13 ساله نمیدید. آره. آخه اگه بدی اشتباس اسم میکنم میدونی چی میگه اگه روش نکنی. آره نه ولی اونم هست یه چیز دیگه هست بذار چون من میگم چی تصدیق کنم حرف خودم بگو قسمتی بگم چون اکثر مخاطبای رپ به هر حال تینیجرن دیگه این فازو دارن و مثلا کلکل و اینا خیلی هاشون اون سمتن بوده ولی روش کرده مثل که همین الان تو آمریکا چون قدیمی تر از آمریکا کنسرت رپ بری آدم 50 60 ساله هم هستن میدونی چی میگم ایران هم خب داره اتفاق میفته به مرور 10 سال پیش کنسرت میرفتی همه مثلا 20 خورده بودن و جوانتر الان 30 خورده ولی چیزی که میخوام بگم اینه که هیچ وقت حالا چه شهرت چه موفقیت تو هیچ چیزی یه نقطه ثابت نیست میدونی همیشه تکون میخوره و این کسی یه کسی مثلا اگه بگه الان ما فلانیم شما اونجایید مثلا اشتباهه میدونی چی میگم ولی آلبوم من مثلا با دنی من میدونم دنی داره به چیز نمیگه من گاهی وقتا آدم از نزدیک منو میبینیم آدم مغروری هم به نظر تو نیستم آدم فکر کنه از غرور نیست از اعتماد به نفسی که دارم به کاره من این آلبوم نور با دنی که دارم میدم انقدر متفاوته واقعا من میگم موزیک ایران و سالهای سال تو تاریخ موزیک ایران میمونه برای اینکه کار خیلی فرق میکنه و علی آلبوم داره ایمان آلبوم داره من همه پروژه‌مو نیومده و امسال میاد بیرون الان پر آلبوم هر این مصاحبه هر وقت اومد بیرون من الان دارم همینجا دارم میگم مینویسم امضا میکنم 6 ماه دیگه ما صحبت کنیم ببینیم پایدار هیتش کجاست قبول گفتم تو مصاحبه زنده این از این و اینکه حالا کلا میگم تو تاریخ ما چیزام بوده دیگه مثلا من همیشه چون هیچ وقت درگیری نبودم که همون مدل موزیکو درست کنم چون کار میکنه چون بازاریه خودم هیچ وقت عاشق موزیک بازاری نبودم موزیکایی هم که من ازم در اومده من لیست میکنم که مثلا خیلی موفق بوده و از قشرهای مختلف شنیدن تو ایران تو همه سبکی بوده و هیچ آرتیست دیگه رپر ایرانی دیگه نداریم که تونسته باشه این کارو بکنه میدونی و از این نبوده با نقشه باشه من اومدم تو منتظر خوندم سیاسی کل ایران ترکیده دوباره رو خوندم یا اینکه شخصی اونجوری تو کل ایران ترکیده انعکاس رو خوندم یا اینکه اجتماعی که مثلا امید میده هم اتفاق بود حالا من خوبه داستان واقعی راجع به رابطه بوده دادم بیرون ترکیده ولی میدونی چی میگم کی حق ده یه مطلبی حالا بخونیم تو جزء محدود آرتیستایی هست که تو هر سبک هیت داری دقیقاً همین رو میگم سیاسی بگیر دلنوشتش بگیر تا گنگ اگه همه سبک رو در نظر بگیری من فکر نمی‌کنم یه نفر دیگه هم باشه که این کارو کرده باشه اگه تو الان میتونی بگی نمی‌خوام چون شاید تو ذهنم نباشه شاید آره. این یه وقت بعدن یاد افتاد بهم بگو چون کسی نیست آره ولی خودت چون تو ذهنم هست خیلی از آهنگات من حفظم خیلی داری مثلا دوباره که اون من واقعا اون آهنگ آهنگی متنش شاید برای یکی بخونی شاید فکر نکنه این آهنگ بتونه هیت بشه ولی با اون پروداکشن و با اون درست صدای مروارید رو استفاده کردن و چقدر من یه نقد کوچیک اونم می‌خواستم بگم بدم بگو یه چیزی من بعدش بگم عجیبی یه چیز عجیب تو کارت داری و اینو من ندیدم تو آرتیست دیگه که بعضی جاها تو آهنگای اجتماعی یا دلنوشت یا حتی بعضن عاشقانه تیکای گنگ میای مثل چی؟ مثلا آهنگی که با رضا پیشدادشی یه جا دقیقاً یادم نیست که ولی مثلا اشاره می‌کردی که پایدار تکه ولی در واقع در واقع اسم آهنگ سرزمین یخ بود فکر کنم یه همچی چیزی بود نمیدونم کجاش رو میگی خود دوباره مثلا ورس دوش میای راجی می حرف زنی که مثلا نمیخوام اسمشو ببرم میدونی بعضی دیگه میدونی این موزیکا مثلا این عجیبه و باحال میکنه کارو این یکم میدونی چیه خب اون دلنوشته منه چیزی که دارم میگم اون لحظه اون حسه دارم به اون قضیه فکر میکنم اجتماعی ولی یه چیز مثلا ناراحت میشی انگار مثلا آره. ببین من تک شاید توی مصاحبه یه روز بگم راجع به کیم قسمت اوه پس اون چیز آره ولی آره نمک ما میگم کلا هر چیزی که بوده دلی بوده نیومدم واسه عدد و رقم آهنگ بدم و این خودش به نظرم معجزه‌اش اونه که همه کارا اومدم دلی دادم مثلا من وقتی آهنگ مثل یه چی بین شهر میدم اصلا فکر نمی‌کنم این قضیه که آهنگ بخواد بره تو تاپ 10 مثلا رادیو جوان بشه میدونی اصلا من هیچ وقت اینجوری آهنگ ندادم که بخوام آهنگمو بدم چون که مثلا فلان اتفاق واسش بیفته به نظرت اونجوری آهنگ دادن اشتباهی که واسه تاپ 10 بخواد ببین اشتباه برای من اشتباهه برای اینکه برای من هنر نیست برای اینکه داری یه کاری می‌کنی اگه دنبال اونی که عدد رقم بگیری نه خیلی هم درست استراتژی تمام باید باشه خب ولی اگه دنبال اینی که یه چیزی که تو باش کانکت شدی بدی بیرون و مردم باش کانکت شدن اون اشتباهه بعدم واسه من این قضیه صدق نمیکنه خیلی رپری حالا من اسم کسی دیگر نمیخوام بیارم ولی خیلی رپری هستن که تو خیلی محبوبن تو ایران هستن و خیلی هم کارشون درسته اونا هم آهنگره که مثلا رضا پیشرو فلان آهنگو میده فهم کنی میخواد تو فکرش اینه که رایدبر تو رادیو جان بتره که مثلا سوره اسرافیلو میده نه داداش اینو آهنگو داریم میدیم یه کاری قراره بکنه میدونی من میخوام یه تأثیری بذاره دراز مدت اون هنر به نظر من اونه از سبک من میدونی چی میگم اصلا ما تو اون لیگ بازی نمی کنیم که دنبال درگیر اینجور چیزا باشیم موزیک الان دو بخش داره یه بخش انترتینمنت
و یه بخشش حالا اون آرت هست که طرف دوست داره ایسی رو به نمایش بذاره، ایسی موندگار بشه. به نظر من غلط نیست، به هر حال همینو میگم. آره من اصلا کاری به غلط درستش ندارم، برای من مسیر من اینه. خب درسته اگه من دارم چی میگن، من دارم فوتبال بازی میکنم تو بسکتبال، که نمیتونی هی با هم مقایسه کنی اینا رو، که جفتش مدل خودشه، کار خودتو داره میکنه. بعدم این که همین دیگه، راجع به کاربارم میگم، من همیشه سعی کردم کار خودم انجام بدم، نمیدونم تو سبکای مختلف همیشه سعی کردم موزیکا رو درست کردم دادم. واسه یه چیزی که فقط بخشش بحث رپ هم نیست، میدونی چی میگم، ما رو همه رو میذارن توی کاتگوری رپر، در صورتی که من خارج رپ یه بخشی از کار منه، مثلا ملودی نوشتن، آهنگ درست کردن، یه چیزی که من اکثر آهنگای گنده هیتم که شده سرتاش خودم نوشتم، خط به خطش و ملودیش و فلان. اگه خواننده اینا بعضی وقتا مردم نمیدونن، خواننده‌ای که توشم قسمتشو من نوشتم، من انتخاب کردم که واسه اون خواننده با صدای اون الان چی میخوره رو این بنویسم، حالا چه با سوگند بوده چه با سامی بیگی بوده. خود پرودوسر هم هستی دیگه. آره دیگه همین، میدونی این چیزا خیلی هستش و فلان، و همیشه سعی کردم میگم لین خودم رو داشته باشم، کاری که دوست دارم انجام بدم. حتی الان یوتیوب هم که دارم فعالیت میکنم، برنامه هم دیدی یا نه یوتیوب که مثلا من دارم چی کار میکنم، من رفتم راه آسونش اینه که برم برنامه های با مزه درست کنم و اینا بگیره. آره مثلا، ولی نه رفتم برنامه سفرنامه مثلا دهنم سرویس میشه. میدونی وقت میبره، هزینه میبره فلان، برای که میخوام یه کاری بکنم که من دوست دارم بکنم، یه کاری بکنم که متفاوت باشه، لین خودم رو درست کنم، جاده خودم برم. چه یه مسئله که میخواستم بگم، به نظرم خیلی تو حالا چه تو کنسرت ها که مثلا اوپنینگ کنسرت دو بچه نسل جدیده، یا حتی شاید تایم بیشتری از سرو استیج باشن، یا همچنین از قدیم مثلا امیر فرجام، مورواری، نونا، اینا کسایی که شاید مثلا اسمشون رو قبل تو شاید کسی نشنیده باشه، درست خیلی ها رو اووردی و کار میکنی و به جا درست ازش استفاده میکنی. میخوام ببینم هیچ وقت، چون یه سری تعریف کرد که بعضی رفتن فلان شد، هیچ وقت سردت نکرده که آقا مثلا فلانی دیگه مثلا یادی اما نکرد؟ ببین من کارو دوست دارم، همیشه بهت میگم، یه تفاوت دیگه هم بهت بگم، من استعدادا رو زود میبینم قبل اینکه برسم به جایی، و شاید یه سری اومدم واقعا استفادهشون رو کردم فلان رفته و آخرش هم شاید به ضرر خودشون شده یه سری، یه سری نه، ولی برای من، منو کارو درست کردم، چون از همون راه الان جیدالو بغلم دارم، میدونی ایمانو بغلم دارم، تهمه، ولی خانواده ما، میدونی رابطه ما از نزدیک با فرق داره، میدونی چی میگم، و اون کسایی که رفتن موفق شدنم که حالا میدونیم همه کیا هستن، اونم خوشحالم واسه شون، چون من میدونم که اولا که کسی که استعداد نداره که من نمیام، من نمیام که من همه کریدیتو میگیرم، ولی خب اونا کریدیتی که به من بعد میدادن ندادن سرش، خب ولی اون من کریدیتو به اونا میدم، استعداد داشتن دمشون گرم، الان خوشحالم که دارم میترکونن، خب ولی اونا یادشون رفته، آدم به جایی که میرسن یا فکر میکنن فقط کار خودم بوده، و شاید از نظر استراتژی این قضیه اشتباهه. میگم من برای خودم اگه بخوام نفع خودم میخواستم کار کنم، بقیه چجوری استعدا رو چیز میکنن، ساب میکنن، یه کسی تا داره میترکونه میان با موج یارو سوار میشن میرن آ چیز میدون استفاده ببرن. آره ببین حالا دیگه من خیلی نمیخوام وارد حاشیه اینا بشیم، ولی خب بعضی از آرتیست هستن که فقط با خودت کار خوب دارن، یعنی مثلا جای دیگه هم نشینمشون، یکیشون مثلا نونا که مثلا دو سه تا ترک با خودت داره، یا مثلا مروارید، مرواریدی که چند تا ترک با تو داره ترکون، بعدش مثلا نمیتونم گوشش بدم، و حتی امیر فرجام، حالا امیر فرجام خیلی تو سطح آره ایران، خب همین دیگه، همین میگم مردم سوال این وسط هیچ کدوم پولی نبودن، یعنی بخوان هزینه بدن به من پول بدم؟ آره مثلا از این اسمایی که گفتی هیچ کدوم نکه شده کسی پول بگیرم کار بکنم، ولی نه دیگه نمیگه پرسیدی دیگه، ولی آره همین دیگه، همینه، مردم گاهی وقتا به پله دو که میرسن یادشون میره که چه جوری رسیدن، فکر کنم تو تشویقشو میرن دیگه، میدونی نمیدونن که نقش، همینو میخواستم بگم، یه کاری که من میکنم با رپرای اک 99% فرق داره، اصلا از رپم جداست، اون قضیه آهنگ نویسی و ملودی نویسی، و اینکه ببینی چیه واسه کی بنویسیه، میدونی چی میگم، و اکثر مردم که موزیکا رو گوش میدن رو نمیدونن، گوش میدن فلانی تو همین فلانی چقدر خوب بود، خب ولی فلانی میتونه عوض بشه با صدای دیگه خوب، اون کاری که من میکنم عوض نمیشه، میدونی، برای همین مثلا فلان آهنگ یادته رو اول قبل سوگن بخونه، داستانه شد توی چند شنب و سینا فکرم گفتی نه اون منتظر بعد چی شد یه داستانه شد قبل شد سوگن نخونه، من به مروارید آفرش رو دادم، مروارید اومد گفت آهنگ زیادی سکسیه فلان، مثلا چه میدونم سکسی نیست آهنگ، مثلا تخ افتادم پایین نه خود سکسی، و چیز شد و نمیدونم، نمیخوام بگم مطمئنم، ولی حدس میزنم شاید بعدا الان میگه کاش خونده بودم اون آهنگ، میگه که از موفق موفقترین آهنگ بود، و این داستان اینجوری، من به هر کسی اگه یه بار فرصت بدم نده بعد دیگه نمیدم. اوکی، یعنی دیگه به مروارید فرصت نمیدی؟ نه مروارید دوست دارم میشه زنه اون بعد در بیاد حرفم، ولی به طور کلی اگه به کسی بال پرواز بدی
بگه نه خب میدم به یکی دیگه چرا مثلا این الان گفتی یاد یه داستانی افتادم تو خود پرشام پاپارتزی که سوگند یه بار اومده بود گفته بود که گفتن چرا پایدار رفتی بیرون، گفت منو محدود میکرد. حالا چون منظورش به این بود که حالا اسم رو اومد دیگه، ولی چون اینا یه برداشت دیگه کردی و گفتی ما بهش بال پرواز زدی محدود چه این پروازه. اون زمان با هم داستانی پیش اومد بینتون؟ ببین داستانی که من اصلا ما با سوگند دورهای مختلف دوستی داشتیم، دشمنی نداشتیم هیچ وقت، دوستی و تا ما حرف نمیزدیم و خیلی شما نمیدونم چرا مثلا واقعا، ولی نه من مشکلی با سوگند ندارم، شک ندارم الان زخمی هم رفیقمه با اونم خیلی وقت تماسی ندارم، ولی مشکلی نیستش وقت با احترام است. وقتی گاهی وقتا یه سری حرفای کوشری میزنم من بهم برمیخوره مثلا حرف میشتمم. آره یه داستانی بود که حالا من نمیخوام اینجا بهش اشاره کنم. آره داستان عجیب غریبه. نه خیلی حیوانن بعضیا. میدونی چی میگم؟ ناموس زن و بچه مردم دیگه نباید چیز بکنیم دیگه. ولی اینجوریه دیگه متاسفم. آره پس هیچ مشکلی با هم ندارین و نه نه احتمال همکاری اصلا صحبتش نه. احتمال پس بعد بگم آره چون که احتمال چون مشکلی که نیست. آره. خب آقا مرسی که بودی و همه حرفا رو زدی، دمت گرم و ازت تشکر می‌کنم به خاطر همین سال که تو رپ فارسی بودی و کلی به ما حال دادی و موزیکای باحال و صحبتی واسه آخر داری بشید. نه بکنم گفتنی ها رو گفتیم دیگه، دمت گرم که بود دیگه. من چون خیلی حرف نمیزنم، مصاحبه هم که معمولا میریم میکنیم مثلا یه آلبوم جدید چه خبر اونم فلان داستان اینجوری. یکی از دلایلی که من میخواستم مصاحبه شروع کنم این بود، همه سوالا رپ چیه، چرا رپ میخونی، مشکلت با پاپ چیه و آهنگ چی داری. همین خیلی حرفایی بود که خودش میگه حتی اومد... این طرف نمیدونست چند تا آهنگ داره فعلا آره. کارنامش چیه آره. چی خوندی تا حالا یه توضیح بده آهنگ آره. نه اینا رو میگم نبش فکر کردم نه چی دیگه فعلا بده پرسیدی و گفتیم و به نظرم این حرفا رو میخواستم بزنم، یعنی گفته بودم صرفا واجبه که بزنم. دمت هم گرم. دمت گرم. مخلص.